Kill the boy, Jon Snow. تا الان بارها درباره داستان اسپینافی که در مورد جان اسنو هستش بارها شنیدید و میدونید که قراره که یه همچین سریالی ساخته بشه و خب مراحل ساختش هم دارن انجام میدن، ولی اینکه قراره چه اتفاقی توش بیفته رو درست نمیدونیم و هر دفعه یه اطلاعات کوچیکی ازش بیرون میادش و خب منم در موردش با هم دیگه توی ویدیوهایی که درست میکردین صحبت کرده بودم، ولی خب اینجا اطلاعات جدیدی و به دست اومده و اطلاعات جدیدی ازش بیرون اومده و میخوایم در مورد اون اطلاعات با هم دیگه صحبت بکنیم و یه نگاهی هم به این موضوع بندازیم که آیا میتونه این اسپیناف و این سریالی که برای جان در نظر گرفتن یه طورایی بشه فصل نهم سریال گیم آف ترونز یا نه. قبل از اینکه بخوایم این ویدیو رو شروع کنیم حتما یاد باشه که یه لایک به ویدیو بدی یا همونطور هم که میدونی من شاهینم و از اینم که رو این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بریم سراغ جان و ماجراش. قبلا هر بار که بررسی سریال هاوس آف دراگون براتون میذاشتم اگه اطلاعاتی در مورد این دنیا وجود داشت ابتداش میمدیم و با هم دیگه صحبت میکردیم و در مورد جانم اونجا باهاتون صحبت کرده بودم، ولی خب اینجا میاییم و یه خلاصه ای رو بهتون میگم تا بدونین اصلا ماجرا چی بود و داستان از کجا شروع شده. ایده ساخت این سریال از خود کیت هرینگتون شروع شد و خودش کسی بود که اومد رفت این داستان رو به مارتین گفت و مارتین هم گفتش که من خودم هم تو فکر این بودم که بیام و یه همچین کاری انجام بدم به خاطر اینکه اون داستان ناقص تموم شده و میدونم که خیلی هم مخاطبا دنبال اینن که بتونن ادامه ماجرا رو جلو برن و اصلا ببینن که چه بلایی سر جان اومدش و اینطوری بود که استارت کارت خوردش و بعدش هم که ارجر هینتون رو میدیدن و در مورد این سریال با ای صحبت میکردن اون میگفتش که من اطلاعاتی در مورد این سریال ندارم و من هیچی نمیدونم و خیلی هم که بهش اصرار میکردم میگفت اگه من قرار باشه درباره این سریال باهاتون صحبت بکنم فقط موضوع رو پیچیده تر میکنه و شما متوجه نمیشید که چه خبره. بعدش یه سری اطلاعات جدید بیرون اومد و مشخص شد که قراره این سریالی که در مورد جان میسازن بیشتر روی خود جان تمرکز داشته باشه و اون مسیری که از گذشته اون داشته و تا اینجایی که اومده و یه طوری براش یه رستگاری رو در نظر بگیرن. البته ماهایی که فیلم نگاه میکنیم و فیلم بازی اینو میدونیم که رستگاری که قراره برای یه کاراکتر در نظر گرفته بشه انتهاش باعث این میشه که اون بمیره تا اینطوری به اون آرامشی که باید و شاید برسه و اون چیزی نیستش که مدل اون بخواد تو این سریال اونو ببینیم و بخوایم دنبالش بکنیم و بدون شک هم خودشون هم این موضوع رو میدونن، پس فکر نمیکنم که بخوام به این سادگی روی این موضوع مانور بدن. از این موضوع بخوایم بگذریم و رد بشیم، نکته مهمی که وجود داره اینه که ما بالاخره قراره که توی این سریال مسیر خود جان داشته باشیم، یه قصه شخصیتی خوبی رو براش در نظر بگیرن و به ما نشون بدن. در انتهای فصل 8 دیدیم که اون رفتش توی دیوار و خب دیگه بعدش نشون نداد که چه اتفاقی براش افتاده، هیچ حرفی هم ازش نشد و نمیدونیم که چه اتفاقی هم توی وستروس داره میفته. نکته مهمی که اینجا هسته شاید خیلیاتون فکر بکنید که بهترین جایی که جان میتونست بره و اون آرامشی که دنبالش رو پیدا بکنه همون دیواری بودش که از ابتدا هم توش بود، ولی خب اینطوری نیست. توی صحبتایی که هرینگتون اومده انجام داده اینو به ما میگه که جان درسته که الان رفته تو اون دیوار ولی خوشحال نیست و به خاطر اتفاقاتی که افتاد و اون مسائل مختلفی که دیدید همه پشت هم دیگه قرار گرفت و خیلی به سرعت شروع شد و جلو رفتش اون الان حسابی به هم ریخته است و میشه گفت که یکی از عذاب وجدانای بزرگش هم اینه که اون اومدش و دنریس رو کشت و خب میدونید که اون مسیری که تا الان اومده مسیر راحتی براش نبوده. اینکه قرار اون از دیوار به کدوم سمت حرکت بکنه و دنبال چه ماجرایی بره رو نمیدونیم و این حرفی هم در موردش نشده، ولی بیاید به مسیر جان نگاه بکنید متوجه میشید که یکی از بهترین نقاطی که این سریال میتونه شروع بشه همون اتفاقاتیه که برای جان افتاد و اون فشار روحی و عصبی که الان روش و اون عذاب وجدان و حسرتایی که توی ذهن خودش داره و اون درگیری و جنگی که با خودش داره. و بیاییم به این مسیر نگاه کنیم متوجه میشید که از اون زمانی که ما دیدیم که جان مرد و دو مرتبه زنده شد اون همش توی جنگ بودش، یعنی بعد از زنده شدنشون با رمزی درگیر شد، بعدش با وایت واکرها درگیر بود، اون طرف سرسی آخر سرم مجبور شد که دنریس هم بکشه و اینطوری بودش که از همون
مسیر جدید و تولد دوباره‌ای که بهش داده شد نتونست یه زندگی آرومی رو داشته باشه و با اینکه همیشه دنبال سوال بود ولی مجبور بود که توی جنگ‌های بزرگ شرکت بکنه به خاطر اینکه بقیه همچین با اون هم عقیده نبودن. و اتفاق بعدی که برای اون پیش اومد توی این مسیری که جلو اومدش این بود که تمام زنایی که اون عاشقشون بودش دونه دونه کشته شدن و مردن و یه طوری میشه گفتش که از این نظرم هیچ شانسی نیورده. و خب اینطوریه که سریال میتونه با تمرکز کامل روی این شخصیت و اون قصه شخصیتی کاملی که میتونه براش در نظر بگیره به ما نشون بده که مسیر جان قراری که چطوری باشه. حالا نمیدونیم که قرار از دیوار پایین بیاد و وارد وستروس بشه یا اینکه قرار دیوار رو ترک بکنه و بره مناطق دیگه‌ای که توی این دنیا وجود داره رو ببینه، مثلا اون چیزی که بارها توی نقشه‌ها بهتون نشون دادن. ولی یه نکته مهمی اینجا وجود داره و اونم اینه که فعلا داریم اینو متوجه میشیم که خب وستروس بعد از اتفاقاتی که افتاده الان توی یه آرامش قرار گرفته، ولی ممکنه که این آرامش ادامه دار نباشه، چون میدونیم که بارها به خاطر اتفاقات سیاسی بزرگی که پیش میادش قلمروهای مختلف و حکومت‌های مختلف میانه با هم دیگه درگیر میشن، مثل چیزایی که توی داستان اگان فاته بهتون گفتن. پس اینطوری میتونیم این موضوع رو در نظر بگیریم که کاملا دست تیم سازنده بازه تا ماجرایی که از جان میخوان به ما رو نشون بدن و خیلی راحت بزرگش بکنن و مسیر رو ادامه بدن. یکیش ممکنه همین داستان باشه که توی وستروس مرتبه درگیری بین خانواده ها و خاندان ها شروع میشه و دنبال به قدرت رسیدن هم و اینطوری میتونه یه کاراکتر منفی رو به وجود بیارن که خب دو مرتبه روبروی جان قرار بگیره. نکته بعدی که در موردش وجود داره اینه که و میشه حدسی که زد بریم به این سمت که شاید اصلا اون بیاد و کلا این منطقه رو ترک بکنه و بره سمت مناطق جدید و بخواد یه ماجراجویی بزرگی رو داشته باشه. از طرف دیگه میتونیم به این موضوع هم نگاه بکنیم که ممکنه که از طرفی اون داستان پیشگویی که الان دارید میبینید توی سریال هاوس آف دراگون دارن خیلی بهش توجه میکنن و روش کاملا زوم کردن، شاید بیارنشو اینجا تو این اسپیناف هم بهش اشاره بکنن. یعنی اینکه فقط نایت کینگ باید به دست کسی کشته بشه که اون پیشگویی براش نوشته شده، یعنی تنها کسی که میتونه نایت کینگ رو بکشه جانه و اینطوری میتونن خب نایت کینگ رو برگردونن، حالا به یه روش دیگه با یه مسیر دیگه‌ای که متفاوت باشه نسبت به گذشته و دو مرتبه این درگیری با وایت واکرها رو به اون نشون بدن و اینجا جایی باشه که ما یه جنگ تن به تن درست حسابی بین نایت کینگ و جان میتونیم ببینیمش. از طرف دیگه و نکته بعدی که وجود داره اینه که یه سری حرفا هم در مورد این وجود داره، چون ما دیدیم آخر سر وقتی که دنریس مرده اجداشون رو ورداشت و با خودش برد و ممکنه که اون دو مرتبه زنده بشه و برگرده و خب دیدید آخر سر هم که دیگه یواش یواش قاطی کرده بود و جان هم مجبور شد که اونو بکشتش، امکان داره که اون بخواد بیاد و یه انتقام بزرگی از وستروس بگیره و اینطوریه که جان مجبور جلوی اون وایس و روی اون هدف و اعتقادی که همیشه داره جلو بره و نذاره بقیه مردم صدمه ببینن. در کنار همه اینا اگه بخوایم به این موضوع دقت بکنید متوجه میشید که این سریال نزدیکترین سریال به ماجرای اصلی گیم آف ترونز، یعنی خب ما هاوس آف دراگونی که داریم میبینیم چندین سال با این ماجرا فاصله داره، ولی این سریال کاملا ادامه همون مسیر قبلیه که ما دیدیمش. پس میتونه یه طوری اون فصل هشتم اتفاقات بدی که اونجا افتاد و مخاطبایی که ناراضی کرد و یه طورایی بیادش و دو مرتبه راضیشون بکنه و اون مجموعه قدیم خودش رو احیا بکنه و اینطوریه که این سریال میتونه یکی مهمترین سریالایی باشه که این دنیا ساخته میشه. حالا اگه از این نظر بخوایم بهش نگاه بکنیم اینطوریه که میتونه یه طورایی جایگزین فصل نهم سریال گیم آف ترونز باشه و بیاد ماجرای خودش رو تکمیل بکنه، چون شما اینو میدونید که جان اسنو کاراکتر اصلی بودش که توی سریال گیم آف ترونز وجود داشت. حالا درسته توی فصل اول شاید زیاد روش تمرکز نکرده بودن و صحبت نمی‌کردن، ولی هرچی که جلوتر رفت متوجه شدید که اون از یه کاراکتری که حرامزاده بود و کسی بهش توجه نمی‌کرد و جدیش هم نمی‌گرفتن، همه داشتن اذیتش می‌کردن، یواش یواش توی مسیری حرکت کرد و این انقدر ارتقا پیدا کرد و داستانایی که در موردش وجود داشت تکمیل شد و کنار هم دیگه قرار گرفت، تا آخر سر متوجه شدید که اصلا اون کسیه که وارث حقیقی تاج و تختیه که الان توی وستروس و به جای اینکه جان رو اون تخت بشونه دارید میبینید که کسی که بیشترین تعداد قصه رو میتونه بگه تو منطقه الان نشسته اونجا و پادشاه شده. پس این سریال در کنار اتفاقاتی که داره میفته میتونه تمرکز کاملی روی شخصیت جان داشته باشه و ما رو بیشتر باهاش آشنا بکنه. و نکته بعدی که وجود داره اینه که خب بدون شک وقتی که قراره در مورد جان اطلاعاتی رو به ما بده
بیشتر بازیگرایی هم که توی سریال بودن و احتمالاً برمیگردونه، چون بالاخره این سریال به سریال اصلی متصله، پس نیازه که خیلی از اون بازیگرا برگردن و بدون شک و بازیگرایی که توی شمال بودن که کامل باید برگردن، چون میدونیم که دیوار با وینترفل هیچ فاصله ای نداره. خب و اینم میتونیم در نظر بگیریم که دیدی سانسا هم خب علاقه زیادی به جان داره و اینطوریه که این دو نفر همدیگر رو قرار بازم ببینن و این اتفاقیه که توی این سریال پیش میادش. و خب با تمام این چیزهایی که دارم بهتون میگم، درست این سریال به بزرگی گیم آف ترونز قرار نیست باشه، ولی خب بدون شک چیزی هم قرار نیست کم داشته باشه و توی مسیر خودش قراره حسابی با جان وارد ماجراجویی مختلف بشین. یه نکته مهمی که در مورد جان وجود داره اینه که اون نه استارک بود نه نسل خاندان اجدها بودش، یعنی از نظر رفتاری بیاییم بهش نگاه بکنیم، اون همیشه دنبال صلح بود، دنبال این بود که مردمی که تو اون منطقه دارن زندگی میکنن تو آرامش باشن و همیشه دنبال این بود که کار درست انجام بده. انتهای مسیری که داشت و اون اتفاقی که با دنیل اسپرش پیش اومدش، اتفاقی که میفته اینه که شاید خیلی ها بگن برای چی اومدش و دنیل رو کش و خب چرا این کار انجام داد و هیچ توضیحی هم براش وجود نداشت و خیلی هم میمدن میگفتن شاید اون با حرف زدن و رفتاری که داشت میتونست همه چی رو حل بکنه، مثل اتفاقاتی که توی گذشته وجود داشت. و اینجا تو این سریال میتونه جواب بیشتر این سوالایی که برای مخاطب پیش اومده رو کامل کنه و بهشون بگه و یه طوری از دید خود جان به این موضوع نگاه بکنه که اون موقع اصلا چی تو فکرش میگذشته و برای چی همچین رفتاری انجام داد. نکته بعدی که در موردش وجود داره اینه که خب داستان پیشگویی ما میدونیم و از اون طرف هم خب بالاخره قراره که جان متوجه اتفاقات کامل باشه و بیادش اصلا این مسیری که خاندانش داشتن و یه دور مرور بکنه و بفهمه چه خبر بوده. پس اینجا میتونه دو مرتبه در مورد این کاراکتر به ما توضیحات بیشتری بده که وقتی کامل این موضوع رو درک بکنه و واقعیت ماجرا رو کامل میفهمه و میدونه که اون پیشگویی هم در موردش وجود داشته، قراره که چه واکنشی نشون بده و چه رفتاری داشته باشه. نکته بعدی که وجود داره در مورد اون اجداییه که الان هم هست و بیرون، حالا نمیدونیم که اگه قرار باشه که خب دنیرس رو زنده بکنن و برگردونن، مطمئنن اجدا سمت دنیرس، ولی اگه قرار باشه خبری از دنیرس نباشه، احتمال داره که اون اجدا رو بیارن و نزدیک جان برسوننش، چون تنها کسی که الان میتونه سوار اون اجدا بشه و باش ارتباط برقرار بکنه خب جانه. نکته بعدی که وجود داره اینه که توی خط خونی و اتفاقاتی که برای خاندان اجدا افتاده، وقتی شجرنامه‌ش رو نگاه بکنید متوجه میشید که همه با هم دیگه ازدواجای فامیلی داشتن و بالاخره اون بچه‌ها این وسط یه مشکلاتی داشتن، مثلا اون اتفاقی که برای دنرس افتاد و آخر سر هم دیدید که قاطی پاتی کرده بود دیگه، رد داده بود. ولی جان اتفاقی که براش میفته اینطوری نیست، به خاطر اینه که اون از یه خونه استارک و از طرف دیگه یه خونه تارگریان، به اینطوریه که خونی که داره از ازدواج فامیلی نیست که بخواد نقص داشته باشه، به خاطر همین هم هستش که اون توی فاز دیوونگی وارد نشده و میشه گفتش که نسبت بقیهشون یه طورای سالم‌تره. بدون شک همتون دنبال این هستید که تو این سریال یه درگیری و جنگی بزرگی رو ببینید که جان یه طرف قضیه است و اینطوری یه طورایی یاد جد خودش یعنی ایگان رو زنده بکنه و توی اون مسیر حرکت بکنه و یه بار برای همیشه همون کاری که ایگان قبلا کرده بود اونم بیاد بهش پایان بده و اونجا رو وارد یه صلح ابدی بکنه. و نکته بعدی که وجود داره اینه که حالا ما نمیدونیم قرار مسیر این داستان چطوری بره و بیشتر اینا روی حدس و هیچ حرفی هم نزدن، به خاطر اینکه نه هرینگتون نه از طرف دیگه ای خود مارتین هیچ وقت نمیان در مورد اطلاعات کامل صحبت بکنن و هر موقع هم که حرف میزنه ریزیز یه نکته کوچیکی رو میگن، مثلا همین داستان رستگاری که اومدن صحبت کردن. خب بالاخره میدونی وقتی داری در مورد جام میسازی قراره که اونو به یه آرامشی برسونی و قراره یه مسیر خوبی ازش به ما نشون بدی دیگه، ولی بقیه مسیر رو نمیگن که قراره چه اتفاقی بیفته، با کیا درگیر بشه و داستان چطوری قرار پیش بره، ولی این امکان وجود داره به خاطر پیشگوییایی که توی سریال هاوس آف دراگون داره نشون میده و میدونیم که قرار اسپیناف اگان هم ساخته بشه، ممکنه بیان یه باستابی از اگان فاتر رو توی وجود جان بهمون نشون بدن، ولی خب با یه سری تغییراتی که کاملا متفاوت میشه، ولی خب میتونه همون کاری که اگان کرد اینم انجام بدهش. در مجموع امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشی. اگه نظری تئوری توی ذهنت داری حتما داخل کامنت ها برام بنویس. اگه اطلاعات تکمیلی دیگه ای هم وجود داشته دو مرتبه اومدن یه نکته کوچیکی رو گفتن، سعی میکنم که یه ویدیویی براتون درست بکنم و در مورد اون نکته که صحبت کردم با هم دیگه حرف بزنیم. و حتما هم یاد باشه که لایک و ساب و زنگوله رو فعال بکنی و
این ویدیویی هم که برات میذارم اینجا سکانس حذف شده ایه که توی قسمت دهم سریال هاوس آف دراگون وجود داشت و یه گفتگوییه که بین رینیس و از طرف دیگه بیلا وجود داره که حذف بشه، طوری باعث شد که اون قوس شخصیتی که در مورد رینیس وجود داره رو یه طوری خرابش بکنه. حالا نه اونطوری شدید و خاص که بخوایم بگیم اوه خیلی دیگه داغونش کرد، ولی خب میشه گفتش که اگه میذاشتن بمونه و تایم زیادی هم نداشت میتونست کمک بکنه که مقدار رینیس رو بهتر بشناسیمش. و خب دیگه حرفی هم نمونه، تا ویدیو بعد، بدرود.